Was here on your Sullivan, but start being calm. تو تورنمنت چمپیون آف چمپیونز سال 2018 تورنمنت بیر رنکینگی و دورهای اولین مسابقه بازی های هفت فریم هستش و دو تا بازیکن در صورت برنده شدن تو چهار فریم این بازی به مرحله بعد صعود می کنند و بازی با ضربه رونی سالیوان شروع میشه و بعد شش امتیاز فرصت میده به استوت پینک هام و حالا اول فریم اون تونسته بازی خوبی انجام بده تا اینجا و یکی از مزیت های این فریم هم توپ های رنگی هستن که رو اثبات خودشون قرار دارند و توپ مشی رو اثبات خودش نیست اما نزدیک پاکت قرار گرفته. بعد لانگ شاتی که رونیو سالیوان اول فریم پاک کرد و حالا پینگ ها پوزیشن میگیره واسه توپ مشی و حالا اون میره رو اثبات خودش و اثبات پینگ ها داره ادامه میده بریکشو 64 امتیاز میس میده اثبات پینگ ها و حالا فرصت برای رونیو سالیوان هست و اینجا رونی خوب ریک کرده ولی به دلیل پوزیشن بد میس میده رو توپ ها و فریم اول رو رونیو سالیوان برنده میشه استوت پینک هم برنده میشه و تو فریم دوم دوباره رونیو سالیوان اول فریم میاد رمیز و یک ضربه بلوک عجیب هم اول فریم رو توپ آبی زد دوباره رو توپ آبی میس میده استوات پینک هم نمیتونه از فرصتش استفاده بکنه و حالا رونی با یک ضربه سخت که نزدیک بود پات هم نشه میاد رمیز حالا یک کنون موفق و توپ های قرمز در بهترین موقعیت هستند داره با توپ های مشی توپ مشی بریک خوبی انجام میده 61 امتیاز و فریم بالشو پات میکنه فریمو تموم میکنه و نتیجه یکی یک مساوی میشه تا اینجا تونسته خوب ریک بکنه 82 امتیاز پوزیشن واسه آخرین توپ قرمز و
رکوبات میکنه 82 امتیاز و اگه تا آخرین توپ موفق به شپات بکنه سنچری بریک رو ثبت میکنه تو این فریم. نوید و شش امتیاز و سنچری بریک ثبت میشه توسط رونی سالیوان تو این فریم. نتیجه 1-1 مساوی و سومین فریم دوباره با بازی رانی شروع میشه. یک بات عالی و تو پای قرمز را موفق میشه کنون بکنه رونی. یک بات با دست چپ دست مخالف رونی و سالیوان چهلو سه امتیاز و رونی با این چینشی که تو این فریم ها هست تو این فریم هست توپای قرمز و توپای رنگی میتونه در یک نوبت این فریم رو تموم بکنه. حالا پوزیشن واسه توپ میده فریمو در یک نوبت تموم میکنه و حالا میره واسه توپای کورنل پاکت. یک کنون و یک پات عالی به پاکت زرد. نود و یک امتیاز 96 و با جایزه آخرین توپ قرمز بریکش دوباره سنچوری میشه 102 امتیاز. توپ آبی هم خوب پات میشه و رونی فریم رو تموم میکنه. نتیجه 2-1. رونی استاد بینگ هم میس میده تو لانگ شات و توپ قرمز نزدیکه میدل چپ وای میسته و رونی با همون توپ شروع میکنه. یک کنون و توپ قرمز هم داشت. حالا پوزیشن توسط رونی که بعد کنون میس میده فول میده و استوات بینگ هم باید از این فرصت خوب استفاده بکنه که توپ مشی رو استوات خودشه. توپای قرمز کنون شدن و در صورت نیاز به توپ صورتی اون هم قابل پات هستش به کورنر پاکت سمت راست. به خوبی داره توپ های قرمز رو با توپ مشی بریک میکنه. اسپات بینگ هام و
نتیجه مساوی و تو فریم پنجم کنی با یک لانکت فوق العاده زیبا و عالی میاد روی میز. پوزیشن زیبا واسه توپ قرمز و دوباره توپ قرمز داره و میتونه کنان هم بکنه. پوزیشن واسه توپ مشی و حالا کارش راحت تر میشه. کنان موفق و توپ باک کردن توپ قرمز توپ مشی هم مشکل وجود نداشت. بعد 68 امتیاز میس میده رونی. استوتوینگ هام لانکت خوبی پات میکنه و رو توپ مشی میس میده. رونی فریمو تموم میکنه. نتیجه 3-2 استوتوینگ هام. تو این فریم با یک ضربه پلنت میاد روی میس. حالا توپ آبی رو میخواد پات بکنه همزمان کنان و توپ آبی پات میشه. بعد کنان تو پوزیشن ناموفق میشه استوپینگ ها و حالا فرصت واسه رونی و سالیوان که آخرین فریمش رو هم برنده بشه. تا اینجا رونی تو پوزیشن و پات ها موفق بوده و چون توپ مشی غیر قابل پات هستش و اثبات خودش هم نیست، رونی داره به خوبی توپ ها رو با توپ صورتی بریک میکنه. حالا اینجا رفت واسه یک کنون ناموفق شد و حالا پوزیشن میگیره. ضربه سختی بود و موفق میشه پات بکنه. دوباره یک پوزیشن عالی و فریم بالش رو که یک ضربه ریسکی هم بود موفق میشه پات بکنه. استوات بینک هم تو آخرین توپ قرمز میاد روی میز. اسنوکر لازم داره و توپ قرمز آخر با توپ صورتی پات میکنه. ناموفق میشه تو اسنوکر و فرصت میده به رونی. رونی هم فریم رو تموم میکنه. نتیجه چهار بود و نتیجه رونی سالیان تموم میشه.